أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَأَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا رَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا ففجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره انا اكثر منك مالا واعز نفرا فدخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما اظن ان تبيد هذه ابدا فما اظن الساعه قائمه وَلَئِنْ رُدِدْتُ إِلَى رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلًا لَكِنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة الا بالله ان ترني انا اقل منك مالا وولدا فعسى ربي ان يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا. در اوائل همین سوره مبارکه که فرمود انا جعلنا ما علی الارض زینتا لها، اون چه در روی زمین است از بوستان و دامداری و کشاورزی و مزارع و مراتع و بناها، اینا زینت زمین است، زینت انسان نیست. پایان این هم به صورت پژمردگی است. در همین سوره کهف آیه 46 که بعدا خواهد آمد فرمود المال و البنون زینت الحیات دنیا، این معنا را با مثل هم تبیین میکند، یعنی یک تعبیر عقلیست برای حکیمان و یک تمثیل حسیست برای توده مردم. البته برای حکیمان این تمثیل در حد تأیید است. سر این که ذات اقدس اله هم اون سابقه را و هم این لاحقه را بیان کرده تعلیلا و در وسط قصه و تمثیل را ذکر کرده است تأییدن، آن است که مشکل جامعه را حل کند. مشکل جامعه عصر رسول خدا صلی الله علیه وسلم مانند سایر اعصار همین جنگ بین فقیر و غنی است. فقرا رنج میبرند از اینکه اغنیا با اینها یک جا نمی نشینند. اغنیا فاصله شون از فقرا زیاد میکنند. مراکز مذهبی مثل حسینیه ها، مساجد جای فقرا و افراد مستضعف میشن. اغنیا جاشون در اینجاها خالی است و حضور ندارند. خواهان تشکیل جلسه جدا هستند که رهبران الهی اون را نمیپذیرند. برای اینکه این فاصله غنی و فقیر کم بشود، هم از راه تعلیل حکیمانه هم از راه تمثیل عامیانه مردم رو روشن کردن تا نه فقرا رنج ببرن از تهیدستی و نه اغنیا فخر فروشی بیجا کنن. اون برهان عقلی آن است که انسان اگر بخواهد فخر کند باید به کمال خودش فخر کند، نه بیرون از حوزه او. مثل این که وجود بارکه از تعمید به اون کمالات فخر کرده، عرض کرد الهی کفا بی عزم ان اکون لک عبدا و کفا بی فخرم ان تکون لی ربا. فخر من همینی که شاگرد تو هم، تو داری ما رو میپرورانی و عزت من در اینه که پیشگاه غیر تو سر نمی ساید. انت کما احب انفجعلنی کما تو هب. خب اگر یه چیزی روی زمین شد
اگر روی زمین بود زینت زمین است، جدای از حوزه جان آدمی است. این وصف بار متعلق موصوف است، مثل مررتو به رجل وسیع داره. خب انسان افتخار بکند به چیزی که جدای از اوست و دیوار خانه همسایه را محکم بکند به خودش فخر بکند، راه ندارد. برای اینکه جنگ فقیر و غنی را ذات اقدس را حل بکند، هم اون برهان عقلی را ذکر، هم این تمثیل حسی را. این جنگ باعث شد که عده‌ای به پیامبران، مخصوصا به پیامبر خاتم علیه السلام پیشنهاد دادن که فقرا را ترک کنید، ما میاییم. از زمان نوح تا زمان خاتم علیه السلام همینجور بود. به وجود مبارک نوح پیشنهاد دادن، حضرت فرمود ما به تار دل مؤمنین، به انبیای دیگر پیشنهاد دادن، اونا هم نپذیرفتن. به پیامبر اسلام پیشنهاد دادن، آیات نازل شد و لا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجهه. در همین سوره مبارکه کهف که بعض از آیاتش گذشت، خدا به پیامبر دستور داد واصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی. پیشنهاد این اغنیا رو گوش نده. اینا میگن مسجد و از فقرا خالی کن، ما بیایی، یا جلسه خصوصی برای ما تشکیل بده، نه اون را بپذیر نه این را بپذیر. مسجد معبد الهی است، همه باید بیان. اونا که نمیان خودشون را محروم کردن. بعد این دو مطلب را که یکی این که غنا منشأ فقر نیست و یکی این که فقر منشأ ضعف و ذلت نیست، اون را با برهان عقلی از یک سو و با این تمثیل حسی از سوی دیگر بیان کرده تا این جنگ برخیزه. همون به این که غنی اولا خیال میکنه به این که داشتن کمال است. داشتن کمال نیست، نداشتن هم فقر نیست، نقص نیست. این یک. و اون چرا هم که انسان دارد به عنوان مال دنیا زینت زمین است، نه مال انسان. این دو. و طولی هم نمی کشد که بساطش به پژمردگی تبدیل میشه. سه. این چند روزی هم که به دست توانگران است، اینا خودشون تهیه نکردن، ما به اینا دادیم چهار، به اینا به عنوان امتحان دادیم، نه به عنوان اکرام پنج. اگر این اصول ارزشی خمسه روشن بشه، جنگ فقیر و غنی رخت برمنده. و مهمترین فائده این صحنه را فقرا میبرن. ممکن است اغنیا خیلی طرفی نبندن، اما فقرا رشد میکنن. فقرا یعنی کسی که حالا امکانات زیادی نداره. برای اینکه ما هر کدام ما یه اندازه محدودی توان داریم، این توانمون را باید در امتحانهای الهی صرف بکنیم. یه کسی میبینید یه مقدار وقتی دارد، یه لوازم تحریری هم دستشه، کاغذی دارد و قلمی دارد، یه فراغت یک ساعت هم دارد. خب این بهترین راهش اینه که مطالب علمی رو فکر کند، یا از خودش یا از علمای دیگر، این رو یادداشت کند. عده‌ای می آمدن محضر پیغمبر صلی الله علیه وسلم، به حضرت عرض می کردن که مجلس شما بسیار شیرینه، وقتی از مجلس شما بیرون رفتیم اون حلاوت را نداریم. حضرت آمد استعین به یمینک، چرا به من میگی، به دستت بگو. اینجا که آمدی با لوازم و تحریر بیا، همچه شنیدی یادداشت بکن، دفتر علمی داشته باش، وقتی شب رفتی منزل دفتر علمی رو ورق بزن، هر وقتم فراغت پیدا کردی این کلمات نگاه کن، لذت ببر. آمد استعین به یمینک. مرحوم مجلسی رضوان داره این رو در باب علم بهار نقل کرد. خب یه وقت هست کسی این نصیحت نمیشنود، لوازم و تحریر داره، وقت داره، فراغت هم داره، داره جدول حل میکنه. این کار علمی نیست، این اطلاف وقته. چی در میاد از حل این جدول؟ ما یه اندازه توان داریم، این توان را ذات اقدس اله ما فرمود ذخیره بکن، من با این کار دارم، با اون توان صبر واست. مگه ما چقدر میتونیم تحمل بکنیم؟ ما این مقدار تحمل را با تو جهاد اصغر و اکبر صرف بکنیم. و هرز صرف کردن این نیرو هیچ وش مصلحت نیست. پس مطلب اول این است که ما یه مقدار محدود توان داریم. دو اینه که این توان را باید در جهاد اصغر و اکبر صرف بکنیم و
و اون صبر است، تحمل رنج است، تحمل غصه است، تحمل رخدادهای تلخ است. ما به یک اندازه خاصی میتوانیم حلیم باشیم. حلیم از اون واژه‌های پربرکت عربی است که شاید معادل فارسی نداشته باشد. ما در فارسی ناچاریم دو تا کلمه را کنار هم بگذاریم تا حلم را معنا کنیم. میگیم حلم بردباری، یعنی این بار را میتواند ببرد. یه بردن است و یه بار، این دوتایی رو ضمیم میکنیم تا معنای حلم را بفهمیم و بفهمانیم. خب این حلم سرمایه ماست، این صبر سرمایه ماست. ما باید از این سرمایه حداکثر بهره ببریم، در جهاد اصغر و اکبر به کار ببریم. این شد مطلب سوم. ما اگر ندونیم معیار ارزشی چیه، وقتی که دیگران وضع مالیشون خوبه ما وضع مالی خوب نیست، خیال میکنیم داریم تحمل میکنیم، حلم میبرزیم، صبر میکنیم، این نیرو رو بیجا صرف میکنیم. یعنی این قدرت تحمل رو در باره هیچی داریم صرف میکنیم. اسلام به ما میگه که این یه چیز مهمی نیست که تو الان برای غصه بخوری، که تو کار داری. الان یه کسی که حکیم از فقیه از اصولی است، او دیگه غصه نمیخوره که فلان کس گل زده یا گل نزده، که یا غصه نمیخواد که اینایی که کارتونای خالی جمع بکنن یا نمیدونن پلاستیکای کهنه رو جمع بکنن چرا بیشتر از او جمع کردن. خب این اصلا ارزشی برای او قائل نیست. این دیگر قصه بخوره که چرا او چهار تا کارتون بیشتر جمع کرده. کل دنیا وضعش همین چهار تا کارتون خالی مندرج شده است. ما بیام قصه بخوریم که چرا نداریم. همون این سرمایه رو نگه دار و نبلغن نکن به شیء من الخوف والجوع حتی نعلم الصابرین والمجاهدین و مانند اون دو. در جهاد اکبر به کار ببر. سه، این سرمایه رو برای او صرف بکن. حالا فلان کس بیشتر داره، فلان کس کمتر داره، یه باری داره میبره. این معیار ارزش نیست. بارها به ارزش رسید که حکما معتقدن هیچ درختی ترقی نمی کند، برای اینکه این که بالا آمده پر اوست، دم اوست، دهن درخت، سر درخت، چشم درخت، گوش درخت، مغز درخت تو لجنه. گفتن سرمایدار برج ساز یا اتومبیل خوب تهیه کننده به مانند اون، یه حیات گیاهی دارد، این دمش بالا آمده و سرش تو لجنه، تمام فکرش اینه که از خاک در بیاره، روی خاک بچینه و خاک بر سر بره. همین. خب ما حالا قصه بخوریم که دیگری داره و ما نداریم. این حلم را، این بردباری را، این سرمایه را بیجا صرف کردن است. تمام تلاش این بخشای قرآن کریم اینه که برای چی داری قصه میخوری، برای چی داری رنج میبری. همون اون وقتی که خاور میانه در اختیار وجود مبارکه استمیر بود، یعنی وقتی حضرت خاک خلیفه مسلمین شد، کل این امپراتورین شرق و غرب، شرق حجاز امپراتوری ایران بود، غرب حجاز هم امپراتوری روم، این دو امپراتوری که دو ابرقدرت خاورمیانه در اون روز بودن در اختیار استعمیر بود. از اون طرف تا شام و تا مصر استوندار میفرستاد، از این طرف هم برای ایران چند استوندار فرستاد. اون وقت منظور مجلسی رضوان داره نقل بکرد که در این بوه کسی آمده از هست امیر فقیر رو، چون بدونید بعض از کسبه ها آبرو بند ها مشکل مالی برشون پیش میاد. به حضرت عرض کرد که من مشکل مالی پیدا کردم. حضرت به مأمور امور مالی فرمود اعطهی الفا، هزار مثقال به او بده. این باید حساب کتاب داشته باشه. به حضرت عرض کرد که هزار مثقال طلا یا نقره، دینار یا درهم، همون هر چی که مشکل او را حل بکند، اعطی انفه ها ما به حاله، هر چی مشکل او را حل بکند بده. کلاهما اندی حجر، هم طلا پیش من سنگه، هم نقره پیش من سنگه. اون سنگ زرد، این سنگ سفید، مگر غیر از سنگه. شما اینا رو به عنوان احجار کریمه یاد میکنن دیگه. خب این دیگه قصه نمیخورد که مال به دست کیه. که اگر معیار ارزش مشخص شد، انسان نمیگه من صبر کردم. یه وقت است که تا وضع مالش خوب نیست، بگد فلک به مردم نادان دهد زمام مراد، تو اهل دانش و فضلی. خیر، اینجور نیست.
از قصه بخوره. قصه برای چیز دیگه است، رنج و حلم و صبر و بردباری برای چیز دیگه است. بنابراین هم تعلیل قرآنی هم تمثیل قرآنی برای تبیین معیار ارزش است. این که شد آدمی سرمایه حلم و بردباری و صبر نگه میداره برای مطالب دیگر، نه برای این. نه اینکه اینجا قصه بخوره بعد بگه خب ما باید صبر بکنیم، نه جای صبر نیست. حالا این تحصیکارها ببینید بعضی ها این نونخوشگار زیاد جمع بکنن، خب رو جمع کرده، یا تحصیکارها رو جمع کرده، یا کاغذ باطلها رو جمع کرده، حالا دم قصه بخوره یا بیشتر جمع کرده. کل جریان اینه. فبود اون توانگرایی که مسجد نمیان بدونن یه مشت آهمپاره دستی اوناست، یه مشت هم کارتون خالی دستش اوناست، بعد هم پشمارده خواهد شد. این معیار ارزش نیست، یک. بعد هم ما دادیم، دو. بعد هم به عنوان آزمون دادیم، سه. بعد هم سعید زلق میشه، چهار. و شما باید حساب این کارها رو بدی، پنج. این راه را ذات اقدس الله در موارد زیادی به همه آموخت. در سوره مبارکه اسراء که قبلا گذشت فرمود ولقد صرفنا للناس فی هذا القرآن من کل مثل، یعنی آیه 89 سوره مبارکه اسراء این بود. برای اینکه قرآن یک کتاب تخصصی نیست که مخصوص یه عده خاص باشه. این وقتی هدن للناس است، ذکر للبشر است، نذیر للعالمین است، نور است، باید همه رو روشن کنه. هیچ کسی نیست که از این مطالب سر در نیاره، از این امثال چیزی نفهمه، برای همه هست. خب پس اولا ما که جنگ فقیر و غنی رو این است، این معیار ارزش نیست. یه تحلیل نورانی وجود مبارکه هستمی داشت که او رو قبلا در بحث‌های سابق خوندیم، در اون خطبه نهج البلاغه که از تحلیل کرده و بسیار تحلیل جامع و حکیمانه بود. پس این نیست، معیار ارزش نیست. معیار ارزش مال کمالات انسانی است، علمن و عملا، که در آیات دیگر نظیر اکرمکم عند الله اتقاکم و مانندم بیان کرد. این یک. این مقدارم ما دادیم، نه شما گرفتی، چون خیلی ها میرن تلاش کوشش میکنن چیزی گیرشون نمیاد. ما دادیم، نه شما گرفتی. بعد هم این دادن ما هم اکرام شما نیست، امتحان شماست. بعدم طوری نمیگیش از شما میگیریم. ما این سه چهار مشکل رو تو اغنیای کنونیمون داریم، گرچه هر کس مبتلا به غنا شد این سه چهار مشکل داره. مشکل اول اینه که خیال میکنیم مال معیار فخر است. انا اکثر من که مالن و اعز و نفرا شعار خیلی هست. ایکم احسن و اثاثن و رعیا شعار خیلی هست. این رعیا یعنی چشمگیر، یعنی رؤیت، یعنی مرعا، یعنی دید، یعنی دید اونها نسبت ما زیاده. وضع ما طوریست که چشمگیره، وضع ما طوریست که چشم دیگران را متوجه میکند. ما در مرعای مردم قرار میگیریم و بود این تفکر باطل یه ادیس که به دنبال ایهم احسن و اساتن و ایهم احسن رعیاستن. اینه ایچه بشر رو ذات اقدس اله علاقمند کرده به دنیا تا دنیا رو آباد کنه، زندگیش بگرده. منتها با تعدیل کنه، نه تعطیل. تمام تلاش و کوشش برای همین تولید و رفع نیاز مردم باید باشه. این چیزی بسیار خوبی است. در بحث دیروز گذشت که اگر یک کسی قدرت اقتصادی داشت بتواند تولید بیشتر کند، مشکل جامعه را حل کند، تلاش در تولید، قناعت در مصرف کند، این محبوب مردم است. مردم با یه همچه آدمی کینه ندارن. اون که تظاهر می کند به ثروت با اسراف و اعتراف زندگی می کند مبغوض جامعه است. وگرنه می دونید قدرت اقتصاد و قدرت تولید از پیچیده‌ترین کارهای اجتماع است. اگر هر کسی قدرت تولید دارد، هر کسی مثلا در شرایط کنونی انسان تنها آب و هوا رو که نباید بشناسه، درختکاری رو نباید بشناسه، یا صنعت رو نباید بشناسه، مرزای قاچاق رو باید بدونه، تحریما رو بدونه، کجا قاچاق وارد میکنن در نتیجه این کارخونه میخوابه رو باید بدونه، کجا تحریم میکنن این قطعات گرون میشه این رو باید بدونه. چندین هوش کارشناسی شده میخواد تا آدم بتونه تولید کنه. حالا اگه تولید کرد به بیان هستمی تا
تلاش در تولید و قناعت در مصرف جز محبوبین جامعه است. هیچ کسی با همچه افرادی مشکل ندارد. اونها مشکلشون اینه که اول این رو معیار ارزش میدنن، یک، به خیال میکنن خودشون فراهم کردن، دو، و اونایی هم که میگن خدا به ما داد خیال میکنن خدا اینها رو عزیز کرده است، احترامشون کرده، گرامی داشته، سه، این سه بخش را جداگانه قرآن تبیین میکند و ابطال میکند. بالاخره همه ما همینطوریم دیگه. به ما فرمودن که اسراف نکنید، تبذیرم نکنید، از حد اکثر عمرتون، وقتتون، برکتتون، هوشتون استفاده معتدل کنید، عادلانه کنید. اما اینکه مال معیار ارزش نیست آیات قبلی بود، اما اینکه هیچ کس نمیتواند بگه من خودم زحمت کشیدم، ما ابزار قابلی هستیم. خیلی ها هستن به دنبال کار میرن چیزی گیرشون نمیاد. ما اگر واقعا موحدیم نباید اسلامی حرف بزنیم و قارونی فکر بکنیم. اون که میگه من خودم 40 سال درس خونده و مجتهد شدم، این اسلامی حرف میزند ولی قارونی فکر میکند، چون هم بیش از این نمیگه. این میگه انما اوتیتو علی علم عندی، من خودم زحمت کشیدم پیدا کردم. همین که دهن باز کردیم گفتیم من خودم 40 سال زحمت کشیدم به اینجا رسیدم، این فکر قارونیه، این مرضی خدا نیست. اگر گفتیم خدا را شکر که این فیض را به ما عطا کرده است، این فکر موحدانه است. و اگر ما اسلامی حرف بزنیم و قارونی فکر بکنیم، همون خطر ما را هم تهدید میکند. ما هیچ کدوم مجاز نیستیم بگیم ما خودمون 40 سال زحمت کشیدیم به اینجا رسیدیم. پس مطلب دوم اینه که کسی نباید بگد انما اوتیتو علی علم عندی. باید باورمون بشه که ما عطاکم ما بکم نعمتا فبید الله. سوم اینکه این نعمتی که ما داد معیار ارزش نیست. ارزش تو بهشت، اگر واقعا ما بهشت رفتیم چیزی خدا به ما داد معلوم میشود که نسبت به ما، او نسبت به ما اکرام کرده است، در پیشگاه او محبوب و عزیزی. اما اون چی که در دنیا به ما داده است برابر اون چی که در سوره مبارکه فجر آمده، هر دو ابتلاست. فقیر مبتلا به فقر است، غنی مبتلا به غنا است. ما الان خیال میکنیم کسی که فقیر است مبتلاست و کسی که غنی است متنعمه. چنگ خیال میکنیم کسی که بیمار است مبتلاست، کسی که سالم است مرفه است. خیر، هم سالم مبتلا به سلامت است، چه این که فقیر مبتلا است، هم مریض مبتلا است، هم غنی مبتلا به غنا است، همونطور که فقیر مبتلا به فقر است. تو سوره مبارکه فجر این است: اما الانسان بل انسان ازا مبتلاه ربه فاکرمه ونعمه فیقول ربی اکرمنه و اما ازا مبتلاه فقدر علیه رزقه فیقول ربی اهانن کلا. توده مردم اینجورن که اگر خدا اینها را مبتلا به ثروت بکند میگن خدا ما را گرامی داشت، اگر مبتلا به فقر بکند میگن خدا به ما اهانت کرد. کلا، ما نه اون اهانت است نه این اکرام، هر دو ابتلا و آزمونه. ما الان که سالمیم در کلاس امتحان سلامت نشسته ایم. این سلامت هم نعمت است و ما ممتحن و مبتلای به سلامتیم. چیزی رو بدون ابتلا و آزمون که ما نمیدن که. پس معیار ارزش ثروت نیست اولا، و خود انسان مبدأ قابلی است، ابزار را فراهم میکند، نه مبدأ فاعلی، دهنده دیگری ثانیاً. و این را که ذات اقدس الله به ما داد آزمون است ثالثاً. این معارف اگر حل بشه دیگه مسجد خالی نمیمونه، یا مخصوص فقرا نمیشه، اغنیا هم شر